درود بر شنوندگان گرامی امروز میخوام درباره این موضوع صحبت کنم که چرا برای آینده ایران بهترین نوع حکومت حکومت شاهنشاهی است چون حکومت شاهنشاهی تنها حکومتی است که در طول تاریخ توانسته یک پارچگی ایران رو حفظ بکنه و در آینده هم چنین خواهد بود و از این گذشته پاسخگوی همه خواستها و نیازهای مردم ایران، ایرانی تباران و اقوام ایرانی هست. بحث هویت طلبی و هویت خواهی چیزی است که در این سالهای اخیر مطرح شده و البته باید به اون توجه بشه و قابل احترامه البته پیش از اون باید هویت رو شناخته من در برنامه های جداگانه در دو برنامه جداگانه که با دوست من آقای دکتر سعید احمدی داشتم در همین برنامه های یوتیوب درباره هویت و جنبه های چندگانه هویت گفتگو کردیم و با امید خدا در آینده هم اونها رو ادامه خواهیم داد ولی چرا شاهنشاهی؟ بعد اینجا روشن کرد که شاهنشاهی با امپراتوری متفاوت است اگرچه در اغلب موارد ترجمه شاهنشاهی رو امپراتوری دانستند و یا برعکس ولی در مورد شاهنشاهی ایران زمانی که ما از این نوع حکومت صحبت می کنیم می بینیم که مردمی که از آسیای مرکزی تا ترانه های دریای خزر تا ماورای قفقاز تا آن سوی خلیج فارس و تا دریای مدیترانه و حتی فراتر از اون در باسنی و هرزگوین و شاید تا اندازه هم در یمن مردمی هستند که از اونها به عنوان مردم ایرانی کنام میبرند یعنی مردمی که دارای خواستگاه های یکسان هستند از نظر ژنتیکی نزدیکی دارند و از نظر فرهنگی باز هم نزدیک هستند بنابراین شاهنشاه به این معناست که هر کدام از این حکومت های محلی برای خودشون شاهی داشتند همونطور که ما در تاریخ میبینیم که مثلا از گیلان شاه یا شروان شاه و یا مانند او سخن رفته است و شاهنشاه یعنی شاهی که بر همه این شاهان فرمان روائی دارد در نتیجه در شاهنشاهی هایی که از پس از کوروش بزرگ که بنیانگذار شاهنشاهی ایران بود تا زمانهای اخیر میبینیم که این برنامه یا درستتر بگم یک چنین چهارچوبی حفظ شده در این چهارچوب به هویت‌های محلی مردم احترام گذاشته شده و در عین حال در پناه شاهنشاهی یک پارچگی سرزمینی برقرار مانده و اونقدر استوار بوده که حتی بنیانگذاران سرزمینی مانند آمریکا برای اینکه با شیوه های اداره یک چنین کشوری یعنی آمریکا ایالات متحده آمریکا بتونند براش برنامه ریزی بکنند کسانی مانند تامس جفرسون و یا دیگران بر میگردند و زندگانی کوروش کوروش بزرگ و نحوه حکومت او و همچنین داریوش بزرگ رو که در واقع در دوران داریوش بزرگ یا داریوش یکم حقامنشی شکل اداری و سازمانی این شاهنشاهی بزرگ مشخص کردید اون رو الگو قرار دادند از طرف دیگه شاهنشاهی ایران تنها یک شاهنشاهی سیاسی و یا نظامی نبوده بلکه ما دارای یک شاهنشاهی فرهنگی بودیم شاهنشاهی فرهنگی که در نبود شاهنشاهی نظامی و سیاسی هویت و یک پارچگی فرهنگی مردم ایرانیک رو حفظ کردیم به همین دلیل هست که ما میبینیم سرزمین هایی که امروز از ایران جدا شده اند مثلا در ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، افغانستان، در آذربایجان و در همه نواحی دیگر شاعران ایرانی نقش بسیار موثری در حفظ این یک پارچگی و یگانگی فرهنگی داشتند به همین دلیل هست که شما میبینید که حافظ شیراز که در جنوب ایران هست در استان فارس بوده از کمال خوجندی که شاعری است که در خوجند هست در تاجیکستان امروزی هست یاد میکنه و یا اینکه شاعری مانند قطران تبریزی زمانی که ناصر خسرو به منطقه آذربایجان میره دیوان منجیک ترمزی رو که باز ترمز در واقع در همون نواحی آسیای مرکزی هست پیش ناصر خسرو میاره و واجه های دشوار رو از ناصر خسرو میپرسه و یا در جای میبینیم که حافظ شیراز میگه شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله میرود که نشان دهنده نفوذ زبان پارسی تا بنگال که امروز بنگالادش هستش در اونجا در واقع رواج داشت. و یا زمانی که باز حافظ بزرگ میگه که به شعر حافظ شیراز میرقصند و میکوبند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی و از این گذشته یکی یک پارچگیه یا در واقع نزدیکی قضایی بین مردم این سرزمین شاهنشاهی وجود داشته امروز پس از گذشت سالیان دراز زمانی که سرزمین اران که امروز به نام جمهوری آذربایجان شناخته میشه در که در دوران قاجاری از ایران جدا شد هنوز از نظر قضایی وقتی شما میبینید دقیقا همانند غذاهایی هست که در ایران مصرف میشه حالا آره شاید ما در یک بحث دیگری به اهمیت عادتهای غذایی و یا نوع مواد غذایی که مصرف میشه و یکی از نشانه های ملیت به شمار میره بپردازیم اما چرا میگیم شاهنشاهی؟ چرا از یک پادشاهی شاهنشاهی که معمولا موروسی هست و البته در بعضی موارد ممکنه که انتخابی صورت گرفته شده باشه و سپس موروسی شده باشه ما سخن میگیم مثلا در مواردی ما میبینیم حتی در شاهنامه میبینیم که وقتی یکی از پادشاهان ایران به نام نوزر که پادشاه در واقع کارآمدی نبوده و خردمند نبوده وقتی که کشته میشه زال که پدر رستم دستان بوده مانع از این میشه که فرزندان او مانند گودرز و گسته هم به پادشاهی برسند برای اینکه سرزمین ایران رو در خطر میدونست و در نتیجه اونجا بوده که میرن و کیقوباد رو که از فرزندان جمشید بوده میارن و پادشاه میکنند در موارد دیگری هم ما میبینیم که در تاریخ نوشته شده ما زمانی که کمبوجیه پسر کوروش بزرگ که دچار مشکلاتی بود و دوران پادشاهیش هم کوتاه بود شاید هشت سال یا در همین حدود زمانی که او کشته میشه توافق بر این میشه که داریوش بزرگ یا داریوش یکم که در واقع از اموزادگان کوروش بزرگ بوده به پادشاهی انتخاب بشه و سپس به صورت ارسی ادامه پیدا می البته در مواردی هم بوده که پسران به جای پسران برادران و یا حتی دختران رو به پادشاهی برگزیدند کسانی این رو در زمان ما در دوران ما در صدایی 21م مغایر با مفاهیم دموکراسی بدونند و اون رو صحیح ندانند اگر کمی واقع گرا باشیم و به دورور خودمون نگاه کنیم میبینیم در کشورهای همسایه اونهایی که ادعای جمهوری میکنند در عمل حکومتهای موروسی هستند از شمال شروع میکنم جمهوری آذربایجان آقای الهام علیوف که به جای پدرش آمد عملا پادشاهی هست منتها اسم رئیس جمهور رو داره آقای حافظ اسد بعد از اینکه درگذشت پسرش بشار اسد در سوریه به جمهوریت منصوب شد ولی در واقع به پادشاهی رسید در کشورهای دیگری میبینیم مثل ترکیه آقای اردوان به انواع مختلف کوشش میکنه که بر سر قدرت بمونه کمیان طرف در آقای ولادیمیر پوتین میبینیم که باز از همین ترفندها بهره میگیره حتی در کشورهایی که ما اونها رو به نام دموکراسی میشناسیم میبینیم که یک نوع ارسی بودن در کار هست در همین آمریکای خودمون که اکنون من در آنجا زندگی میکنم در آغاز میبینیم که دو رئیس جمهور جان آدامز و جان کوینسی آدامز اینها در واقع پدر و پسر بودند و یا میبینیم که در کانادا زمانی که پیر الیوت ترودو نخست وزیر بود و سپس با فاصله زمانی فرزندش جاستین ترودو به نخست وزیری رسید که الان هم بر سر کاری و یا در دوران های نزدیکتر جورج بوش پدر و سپس با کمی فاصله جورج بوش پسر به ریاست جمهوری رسید و همین در ایران کنونی هم ما می بینیم که رهبر کنونی ایران یعنی سید علی خامنه ای همه کوشش های خودش رو به کار می که فرزندش مجتبا رو به جانشینی خودش انتخاب بکنه ولی زمانی که ما شاهنشاهی رو به طور رسمی بپذیریم و اعلام کنیم دیگه این شعبد بازی و این مسخر بازی رو نخواهیم داشت مردم ایران به راستی مدیون خاندان پهلوی هستند اگر ما بدون قرض بخواهیم نگاه بکنیم میبینیم که دو پادشاه بزرگ پهلوی یعنی رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر خدمات ای به ایران کردند صرف نظر از اینکه هیچ فردی و هیچ حکومتی از خطا و اشتباه بری نیست اگر ما از اون آرمانگرایی خیال پردازانه خودمان بیرون بیایم و اگر واقعیت ها رو در نظر بگیریم خواهیم دید که حتی در زمان پادشاهی شاهنشاه آریامهر ایران در مقایسه با کشورهای همسایه خود از هر نظر بهتر و آزادتر بود از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی که بی نهایت، اشکال قضیه بر سر این بود که مردم ایران خودشون رو با فرانسه و انگلستان و سوئیس مقایسه کردند واقعی کرا باشیم چه چیز ما سوئیس و فرانسه و انگلستان همانندی داریم حتی انگلستان هم که برحال پادشاهی است و کشورهای اروپای شمالی که اصلا از نظر فرهنگی و فرهنگ سیاسی با ایران قابل مقایسه نیستند کشورهایی مانند هلند بلژیک سوئد نروژ و دانمارک و لوکسامبورگ و موناکو این کشورها هم به صورت پادشاهی اراده می اداره می شوند. شاهنشاهی در ایران که امروز بیگمان شایسته ترین فردی که برای اون در نظر گرفته شده همان شاهزاده رضا پهلوی فرزند شاهنشاه یا مهر است بیگمان می تواند که نه تنها در ایران بلکه در سراسر منطقه یک امنیت، آزادی و پیشرفت و اعتباری برقرار سازد. حالا به یک جنبه دیگه میپردازیم. و اون مسائلی است که از نظر ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی مطرح است. ببینید امروز جمهوری اسلامی اگر اسم جمهوری بتونیم بر اون بگذاریم بهتره بگم حکومت اسلامی ایران حکومت اسلامی ایران ما جراجوی هایی رو داره که در عراق هست در یمن هست در سوریه و لبنان هست بیایید کمی فراتر از این مسائل تبلیغاتی چه به نفع جمهوری اسلامی و چه به زیان جمهوری اسلامی نگاه بکنیم بسترهای سیاسی و ژئوپلیتیک ایران و منطقه امروز بسیار نزدیک به دوران پادشاهان اشکانی و ساسانی هستند میدونید که اشکانیان کسانی بودند که جانشینان اسکندر را از ایران بیرون کردند اصل اونها از ترکمنستان کنونی بود که آمدند و اولین فردی که پادشاه شد اشک یا ارشک بود که امروز هم پایتخت ترکمنستان به نام او اشکاپات نامیده میشه که ایرانیان به اشتباه او رو اشقابات میگویند اینها نزدیک 480 خوردی در ایران پادشاهی کردند و پس از اون که توسط ساسانیان جایگزین شدند به جز جنبه هایی که جنبه های مذهبی بود از نظر سیاسی همان سیاست ها رو دنبال میکردند در تمام این مراحل در اون موقع قدرتی که در غرب و در اروپا برقرار بود امپراتوری روم بود که در آغاز امپراتوری روم به صورت یک پارچه بود و بعد البته تقسیم شد به امپراتوری روم شرقی و امپراتوری روم غربی که روم شرقی در قسطنطنیه یا کنستانتینوپل بود که امروز به استانبول تبدیل شده نامش و امپراتوری روم غربی هم که در روم بود البته تا سالیان بسیار زیاد یعنی تا حدود قرن چهارم میلادی تا زمانی که کنستانتین در واقع پادشاهی رو در امپراتوری شرقی برقرار کرد جنگ های اشکانیان و حتی مقداری هم ساسانیان با امپراتوری روم غربی بود و بعدا البته به روم شرقی منتقل شد بعد از اینکه امپراتوری روم غربی در حدود سال 355 میلادی توسط حملاتی که از اقوام به هر حال جرمن صورت گرفته بود از پای درآمد. حالا چرا این صحبت رو میخوام میکنم؟ در اون موقع بیشتر در گیری های ایران چه در زمان ساسانیان و چه در زمان اشکانیان در منطقه‌ای بود که امروز سوریه و لبنان و در واقع حتی تا اندازه ای عراق هستش البته میدونیم که در اون زمان پایتخت هم اشکانیان و هم پایتخت ساسانیان در تیسفون بود که تیسفون در نزدیکی بغداد قرار داره و همون بنایی که به نام تاق کسرا یا ایوان مدائن دیده میشه که از یادگارهای انوشی روان هست انوشی روان ساسانی این جنگ ها در اون منطقه صورت میگرفتش و بسیاری از اون شهرها در اون مناطق رد و بدل می شدن در فواصل زیر کنترل امپراتوری شاهنشاهی اشکانی و یا ساسانی بودند و در زمانی به دست رومی ها می افتادند. ولی هرگز هیچ یک از این دو قدرت یعنی امپراتوری روم و شاهنشاهی اشکانی و یا ساسانی نتونستند اون یکی رو به کلی از بین ببرند. و به همین دلیل در مواردی اینها ترجیح دادند که کارهایی که می کنند به صورت سیاسی باشه و سیاست مداران رو بخرند ایرانی ها کوشش میکردند که سیاست مداران رومی رو با صرف مبالغی با صرف مبالغی به قدرت برسانند به عنوان مثال ایرانی ها در زمان اشکانیان اونها کمک کردند که پومپی سردار رومی که در واقع رقیب سزار جولیو سزار بود به قدرت برسه که البته به دلایلی پومپی شکست خورد در برابر جولیو سزار و یا رومی ها سعی می کردند که پادشاهان ایرانی رو یا شاهزادگان ایرانی رو تحت تاثیر قرار بدن و کمک بکنند برای به قدرت رسیدن شاهزادگانی که هواخواه یا در واقع دارای سمپاتی یا علاقمندی به روم هستند و نمیخواهند که از نظر جنگی درگیر بشند ما در تاریخ وقتی نگاه میکنیم به نام موزا برمیخوریم کنیزک رومی که در زمان فرهاد چهارم که فرهاد چهارم پسر اورود بود به قدرت رسید و در زمان فرهاد چهارم به نفع منافع امپراتوری روم دخارت های سیاسی می کرد احتمالا نامی که بسیاری از خانواده های ایران در مناطق جنوب غربی به نام موزی دارند که خیلی ها اشتباه می کنند که اونها رو موزی رو به معنای بد جنس می گیرند اینها از نسل موزا همان کنیزک رومی باشند و بسیاری از اونها هم دارای سیمای روشن و رنگ روشن و چشم های سبز یا آبی هستند البته این یک پژوهشی است که من خودم کردم و برحال به به عنوان یک پیشنهاد مطرح میکنم بگذاریم همچنین دخالت های امروز جمهوری اسلامی در یمن باز به این دلیل هست که هم در دوران اشکانی و هم در دوران ساسانی سرزمین یمن تقریبا دست نشانده ایران بود پادشاهان یمن بیشتر اصلیت یهودی داشتند ولی از طرفداری ایران برخوردار می شدند و جزو قلمرو نفوذ ایران بودند البته این نفوذ ادامه پیدا می کرد تا سواحل شرقی افریقا هم می رسید زنگبار که خب نامش رو ایرانی ها گذاشتند سرزمین زنگبار ارتبادات نزدیکی با ایرانی ها داشت و حتی پس از اسلام بسیاری از مردم به از سرزمین شیراز به اونجا مهاجرت کرده بودند و تا مدتها حزب حاکم حتی در دوران کنونی ما حزب شیرازی بود که البته نام خودش رو به افروشیرازی تغییر دادند و میزان نفوذ ایران به اندازه در زنگ بار بود که در زمان صفویه که قهوه در ایران بسیار معمول بود زنگبار یک قرارداد ترجیحی برای فروش قهوه با ایران بسته بود که این قرارداد تا حدود از نظر تاریخی اگر اشتباه نکنم تا حدود نیمه قرن بیستم یعنی سالهای 1940 60 این قرارداد برقرار بود که به حال بعد از اون به علت شرایطی زنگبار اون رو لغو کرد حالا چرا این حرف رو میزنم به دلیل اینکه اگر ما شناختی نداشته باشیم که این بسترهای سیاسی این بسترهای جغرافیایی و سیاسی وجود داشته و الان دوباره در اون بسترها حرکتها جریان پیدا کرده نمیتونیم مسائل خودمون رو حل بکنیم برای روشن شدن موضوعی رو به این صورت مطرح میکنم که بتونه بهتر قابل تجسم باشه تصور کنید که رودخانه رودخانه پرآبی جاری میشه و بسترهایی رو برای خودش به وجود میاره بعد از مدتی به علت تغییرات آب و هوایی یا و هر چیز دیگری این بسترها خشک میشن و رودخانه ها خشکن ولی بعد با تغییر شرایط آب و هوایی و بارندگی دو مرتبه اون رودخانه شکل میگیره طبیعی است که اون بسترهای طبیعی خشک شده دو مرتبه در همون مسیرها آب جریان پیدا میکنه به همین دلیل هست که مهم هست که پس از رفتن حکومت اسلامی که بدون شک رفتنی است نه تنها به دلیل فساد او نه تنها به دلیل ستمگری او بلکه بیشتر به دلیل بیلیاقتی آنان باز همین بسترها مورد استفاده قرار خواهد گرفت در سخنان شاهزاده رضا پهلوی ایشون به اهمیت آب و حفظ آب که واقعا موضوع بسیار مهمی است اشاره کردند و اشاره کردند که پس از رفتن این حکومت ما با همکاری عراق، سوریه و حتی یمن باید به این کارها بپردازیم یعنی ایشان هم به طور غیر مستقیم یا زمینی حوزه های نفوذ ایران رو انوان کردند نکته دیگری رو که در اینجا میخوام مطرح بکنم و دارای اهمیت است باورهای دینی و اعتقادی مردم ایران است ایران میدونید سرزمین کهنسالی هستش و باورهای گوناگونی در آن وجود داشتند برخلاف تصور عموم پیش از حمله اعراب اگرچه در زمان ساسانی دین رسمی ایرانیان دین زرتشتی بود ولی همه مردم ایران پیروی دین زرتشتی نبودند باورهای قدیمی ایران مانند اعتقاد به خدای زمان و خدای مکان که حتی امروز هم نشانه های او باقی مونده که در زبان امروزی ما اشاره می کنیم به زمین و زمان فوش میداد یا ناسزا میداد در جای خودش بوده که اونها زمان رو در مطرح خدا می و همچنین مکان رو که البته این باور امروز هم ما می‌بینیم در خیلی جا هست در هن امریکای خودمون برای خوشبخ شدن یا شکست یک نفر اشاره می کنن to be in the right place and the right time or to be in the wrong place in the wrong time یعنی در جای مناسب در زمان مناسب یا برعکس در زمان نامناسب در جای نامناسب که میتونه سرچشمه خوشبختی و یا بدبختی باشه از سوی دیگر ما باورهای سیمرغی رو داشتیم باورهای سیمرغی که اشاره میکنم که به خصوص در شاهنامه با ساب او رو ما در شخصیت رستم و زال میبینیم شخص و همچنین بقایای او رو در آثار اتار میبینیم مثل منطقه تیر این باورها که بیشتر تاثیر پذیرفته از اندیشه های بودایی است برخلاف اون که به روز قیامت یا روز رستاخیز باور داشته باشند به سیر درونی انسان و تکامل فکری انسان باور دارند نبردی که بین رستم و اسفندیار در میگیره که با پیروزی رستم که نماد دین سیمرغی هست بر اسفندیار فرزند گشتاسب که قهرمان دین زرتشتی هست نشان دهنده پیروزی باور سیمرغی بر باور زرتشتی است در باور زرتشتی زمان به صورت خطی است یعنی یک آغازی داره و یک پایانی داره شبیه به آن چیزی که در باورهای ادیان ابراهیمی می‌بینیم در باورهای سیمرغی که بیشتر به باورهای بودایی نزدیک است ما یک زمان حلقوی داریم زمانی که آغاز نداره و پایان نداره از این گذشته در مقاطعی به ویژه در دوران اشکانیان و همچنین در آغاز دوره ساسانی آناهیتا ایزدبانوی آب و ایزدبانوی خانواده اهمیت بسیاری داشته معبد بقایای معبد آناهیتا که در کنگاور بیرون اومده ستونهای بزرگ عظیمی رو نشان میده این شگفتانگیز نیست که امروز جمهوری اسلامی در عراق بزرگترین بنای اسلامی رو به نام فاطمه زهرا دختر پیغمبر بنا میکنه از نظر مذهبی اگر بخوایم نگاه کنیم فاطمه زهرا هیچ مقام مذهبی نداره حتی بسیاری از محققان با توجه به سن خدیجه همسر پیغمبر زهرا رو دختر محمد می دانند. اون مهم نیست چیزی که من در اینجا می خواهم اشاره بکنم که ساخت بنایی به نام زهرا در واقع یادآور معبد بزرگ آناهیتاست و شگفتانگیز نیست که اگر به نوع ستونها و معماری بنای فاطمه زهرا در عراق توجه کنیم شباهت‌های او رو با معبد کهن آناهیتا مشاهده می در اینجا تقریبا باید سخن رو کوتاه کنم حرف اصلی من بر سر اینه که فرهنگ ایرانی فرهنگ ایران زمین ایران زمین بزرگ همانند قالیهای ایرانی یک فرهنگ پرنقش و نگار در هم تنیده است نمیشه این قالی رو تکه تکه کرد نمیشه این فرش رو به ترک و لور و بلوچ و مازنی و گیلانی و لورو مانند اونها پاره پاره کرد این یک مجموعه بزرگ و یک پارچه است مجموعه است که از آسیای مرکزی تا ماورای قفقاز تا فراسوی خلیج فارس و تا دریای مدیترانه و تا اروپای شرقی ادامه داره باید توجه داشت وقتی که من از این یک پارچگی شاهنشاهی ایران سخن میگم منظور من جهانگشایی و یا سرکوب ملل و یا کشورهای دیگر نیست که امروز بیرون از مرزهای ایران کنونی قرار دارند بلکه منظور من این هست که شناخت این مردمان از ریشه های خودشون به برقراری صلح و آرامش و پیشرفت در این منطقه کمک میکنه سالهای پیش یادم هست که آقای شجاع دین شفا یاد شجاع دین شفا که همراه با شاهنشاه یا مهر به یوگسلاوی اون روز رفته بودند در بازگشت در پیشگفتار کتابی که توسط ای واندریچ نویسنده یوگسلاوی نوشته شده بود به نام پلی بر روی رودخانه درینا اشاره کرده بودند که هنوز در آن زمان در بوسنی و هرزگوین هفتاد هزار گور مانوی یعنی پیروان مانی در اونجا دیده میشه من به درستی یا نادرستی اندیشه های مانی کار ندارم در جای جداگانه ای به او خواهیم پرداخت ولی دین مانی برای هزار و ست سال از آسیای مرکزی تا اروپا گسترده بود و پیش از جنگ های صلیبی که بین مسیحیان و مسلمانان در بگیره جنگ صلیبی بین مسیحیان و مانویان در گرفته بود بسیاری از مردم یوگسلاوی یوگسلاوی سابق باسنی هرزگوین به ویژه و اون منطقه پیرو آین مانی بودند و زمانی که ایران به اجبار مسلمان شد مردم اون سرزمین ها که پیوند خودشون رو با ایران میدیدند مسلمان شدند اون سخن رو من در اینجا کوتاه می‌کنم و اشاره می‌کنم که ما مردم ایران اگر واقع گرا باشیم و از خواب و خیال بیرون بیایم و از مطلق گرایی بپردازیم به درستی در میابیم که شاهنشاهی تنها راه نجات و پیشرفت ایرانیان و همچنین برقراری آرامش ثبات و پیشرفت در منطقه خاور میانه و حتی در سطح جهان هست من برای برقراری شاهنشاهی ایرانی با ارزش هایی که به ویژه در شاهنامه از اون یاد شده دعا می و امیدوارم که شنوندگان این برنامه هم کمی در این باره بیاندیشند.